درود بیکران بر شما دوستان عزیز، امیدوارم که حال دلتون عالی باشه. بنده ابوذر حسنوند عموزاده هستم، دبیر زبان انگلیسی. ایمن فدا یا آن که دلش با زبان یکیست. پشتکار داشته باشید، امیدوار باشید و هوشمندانه کار کنید. آموزش زبان انگلیسی از A تا Z، تست گرامر کنکور سراسری انسانی 86. قبل از پرداختن به موضوع اصلی این ویدیو ازتون درخواست میکنم که با زدن دکمه لایک به ما در رشد و انتشار ویدیوهایی از این قبیل کمک کنید. ممنونم که با ما همراه هستید. All the food جای خالی before we got to the picnic. گزینه اول has eaten. گزینه دوم had eaten. گزینه سوم had been eaten. و گزینه چهارم has been eaten. چند ثانیه فکر کنید راجع به جواب. دوستان ببینید، با توجه به حضور حرف ربط before، قبل از فعل گذشته ساده got، از زمان گذشته کامل مجهول استفاده می‌کنیم. بنابراین پاسخ صحیح گزینه سومه، had been eaten. All the food had been eaten before we got to the picnic. قبل از اینکه ما به پیکنیک برسیم تمام غذاها خورده شده بود. All the food had been eaten. تمام غذاها خورده شده بود before we got to the picnic. قبل از اینکه ما به پیکنیک برسیم. دقت کنید یه بار دیگه توضیح میدیم. با توجه به حضور حرف ربط before، قبل از فعل گذشته ساده got، از زمان گذشته کامل مجهول یعنی گزینه سوم استفاده می کنیم. بهترین ها رو براتون آرزو می کنم. امیدوارم چه پرواز کنان مثل عقاب و چه سینخیز مثل لاک پشت، همیشه و همیشه رو به جلو باشید. ارادتمند شما ابوذر حسنوند عموزاده.